سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدید تو این جلسه میخوایم همه این چیزهایی که راجع به اصل استقرا گفتیم و برای حل یه مسئله به کار ببندیم و به عنوان یه مثال یکی از خاصیت های عدد طبیعی رو با اصل استقرا ثابت کنیم صورت مسئله این هست میگه ثابت کنید عدد طبیعی M وجود دارد که به, که به ازای اون داریم هر عدد طبیعی انی که بزرگتر یا مساوی n باشد براش داریم که دو n به علاوه یک از دو به توان n حتما کچکتره. اگه توجه کنید ببینید این به همون فرمیه که تو جلسه های پیش بهتون گفتم میگه به ازای عدد طبیعی بزرگتر از یه عددی یه خاصیتی برقراره. اینو میخوایم با هم دیگه با استقرار ثابت بکنیم اولین کار اینه که ام رو با هم دیگه با از آزمون و خطا در بیاریم که چنده یعنی از یک شروع کنیم بریم بالا ببینیم که ام چند هستش خب اگه من یک رو جاگذاری بکنم از یک شروع بکنم یک رو جاگذاری کنیم میشه دو یکی دو تا به علاوه یکی میشه سه تا آیا از دو به توان یک کوچکتر هست یا نه خیر این که درست نشد حالا دو رو جاگذاری کنیم دو دو تا چهار تا و یکی پنج تا آیا کوچکتر از دو به توان دو یعنی چهار هست نه خیر این هم تناقضه حالا سه رو با هم جاگذاری بکنیم دو سه تا شش تا و یکی هفتا آیا از دو به توان سه که هشته کوچکتر هست یا نه بله پس از اینجا حدس میزنیم که ام باید برابر سه باشه خب حالا ام رو فهمیدیم چنده بیایم سه مرحله استقرار رو با هم دیگه بنویسیم تا بتونیم حکم رو ثابت کنیم پای استقرار رو که یه جرایی الان با هم دیگه نوشتیم و ثابت کردیم چون که خاصیت به ازای سه دیدیم که برقرار هستش یعنی هفت از هشت کوچکتر هست پس پای استقرار برقرار بودش گفتیم که مرحله بعدی اینه که فرض میکنیم که خاصیت مورد نظر به ازای عدد دلخواه N برقرار باشه یعنی فرض میکنیم دو n علاوه یک از دو به n کوچکتر باشه بعد میخوایم با استفاده از این ثابت بکنیم که آیا حکم برای عدد n به یک یعنی عدد بعدی برقرار هست یا نه و گفتم که همیشه کمک میکنه که بیایم n علاوه یک رو جاگذاری بکنیم توی خاصیت و اینجا فرمول بازش رو بنویسیم خب اگر از ماشه گفتیم که برای اثبات این حکم همیشه میایم از فرض استقرار کمک میگیریم. فرض کنیم که من اینجا بیام دو طرف فرض استقرار رو به دو بکنم. نام دیگه میتونیم هر دو طرفش رو به دو بکنیم. اون وقت میشه دو n به علاوه یک به دو داریم که کوچکتر از دو به توان n به دو هست. حالا من اینو میام بازنویسی بکنم. این دو رو میارم کنار دو انه. میشه دو دو به علاوه یک کوچکتر از دو به n به علاوه یا اینجا اگه از دو فاکتور بگیرم دو تا n به علاوه یک به علاوه یک کوچکتر از دو به توان n به علاوه اینجا میبینیم که طرف چپ حکم سقرامون یه جرای اینجا خودش ظاهر شد ولی طرف راستمون هنوز متفاوته با اون چیزی که میخوایم حالا اگه ما بتونیم ثابت بکنیم که این طرف راست از این طرف راست کوچیک‌تره قبول دارین هوکس ثابت شده چون داریم میگیم که دو تا n به علاوه یک به از یه چیزی کوچیک‌تره حالا اگه ثابت کنیم اون چیز از اونی که میخوایم ثابت بکنیم در نهایت خودش کوچیک‌تره مسئله ثابت شده پس مسئله تبدیل به این میشه که ثابت بکنیم دو به توان n به علاوه دو خودش کوچیک‌تر هست دو از دو به توان n به علاوه یک قبول دارین که دو به توان n به علاوه یک رو من میتونم بنویسم دو ضرب در دو به توان n درست دیگه چون وقت توان ها با هم دیگه جمع میشه چون پایه های یکیه و میشه دو به توان n به علاوه یک حالا اینو میخوایم چیزی که میخوایم ثابت کنیم حالا فرض کنیم من دو به توان n رو میبرم اون طرف یعنی میشه دو باید کوچیکتر باشه از دو تا دو به توان n منهای دو به توان n خب دو تا دو به توان n منهای یه دونه دو به توان n قرار قبول که میشه دو به توان n و پس اینجا حکممون که میخوایم ثابتش کنیم تبدیل شد که به اینکه که آیا دو کوچکتر از دو به توان n هست یا نه و اگه یادتون باشه ما داریم راجع به n هایی صحبت میکنیم که بزرگتر از n هست، m هستن و m هم 3 در مد. یعنی برای n بزرگتر مساوی 3 آیا دو کوچکتر از دو به توان n هست بله بدیهیه که n هر عددی باشه بزرگتر از 3 دو به توان n بزرگتر میشه از عدد دو پس اینجا حکم استقرار نتیجه گرفتیم و در نتیجه چون پایه استقرار برقراره و با استفاده از فرد استقرار میشه حکم استقرار رو نتیجه گرفت این خاصیت برای تمام اعداد طبیعی بزرگتر از سه برقراره و حکم با استفاده از استقرار اینجا ثابت شد خب این یه تمرین دستگرمی بود برای اینکه ببینیم چجوری از اصل استقرار برای ثابت کردن خواص اعداد طبیعی تو نظریه اعداد میشه کمک گرفت توی جلسه بعدی یه مثال یک کم پیچیده تر رو با هم دیگه حل میکنیم و امیدوارم که هی بیشتر و بیشتر این براتون جا بیفته توی کلاس درس بعدی میبینم